اگر اسلام میگه زن نباید قاضی بشه، اولا قضاوت شأنیت نیست، قضاوت مقام نیست، قضاوت نمیدونم ارزش نیست، قضاوت هر کی بفهمد فقط و فقط مسئولیته، یعنی بار داره. قضاوت اینقدر در اسلام مهمه که امام صادق فرمود در 7 قاضی 10 تا هم داریم، در 10 قاضی 9 تاشون تو جهنمن و اون یه نفر لبه داره دیوار جهنم رد میشه. شما برید روایات قضاوت رو ببینید. خب اگر اسلام میگه زن قاضی نشود، به قادری که قضاوت تهدید داره، قضاوت درش تطمیع هست، قضاوت درش نمیدونم جسارت هست، توهین هست، یه قاضی رو میان تهدید میکنن اگر حکم اعدام داد، اگر حکم اعدام رو امضا کردی بچه تو میکشیم، زن تو میکشیم، خود تو میکشیم. خب زن المرأة ریحانه لیست به قهرمانه، روح زن روح لطیفه، اصلا نباید استرس بر او وارد بشه، اصلا نباید این زن بترسه، نباید در خوف قرار بگیره، نباید عصبی بشه، نباید ناراحت بشه. بعد قاضی باید سر جرم بیاد. آقایونی که حقوق خوندن میدانن وقتی یک کسی که زنا کرده است، فساد کرده است، فلان غلط رو انجام داده، فلان گناه و کثافت کاری رو کرده، این باید بیاد ریز غلطی که کرده رو برای قاضی تعریف بکنه. خب اسلام میگه اصلا شأن زن نیست با یه زانی مواجه بشه، شخصیت زن این نیست که بیاد یک کسی که کثافت کاری کرده بیاد بگه آقا من خانم من اینجوری 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 شد. این شأن زن خیلی بالاتره. اینقدر زن برای اسلام مهمه، اینقدر این زن شرف داره در اسلام که در هیچ مکتبی و هیچ مذهبی اینقدر شما نمیبینید بها خدا به زن داده باشه که در دین اسلام علوی داده. زن اینقدر شخصیت داره که 6 سال زودتر از آقایون پروردگار متعال میگه من میخوام صدای اون رو سجاده نماز بشنوم، 6 سال زودتر از مردها به بلوغ میرسه. یعنی اگر شما یک جاده ای رو به عنوان یک جاده عبادت و رسیدن به قله معنویت من تشبیه بکنم، این مسیر الهی رو به یک جاده، وقتی یه خانم با یه آقا بخواد این مسیر رو طی طریق بکنه، خانمی که 6 سال زودتر در مسیر عبادت قرار گرفته است مسلماً زودتر به قله میرسد، مسلماً زودتر به اون نقطه پایان میرسد. اینقدر اسلام برای زن ارزش قائله که پیغمبر خادم فرمود بهش زیر پای مادران است. اینقدر ارزش برای این مادر و برای زن قائله که شما باید تو روایات ببینید آمد خدمت خاتم انبیا گفت یا رسول الله من خیلی نسبت به این حاجت محتاجم، دعا کنید مشکل من حل بشه. پیغمبر قادم فرمود مادرت زنده است؟ گفت نه آقای متاسفانه فوت شده. فرمود اشکال نداره برو سر قبر مادرت، همین دعایی که میخوای من بکنم و بالا سر قبر مادرت بکن، مادرت تو قبر آمین میگوید. واقعا محیر العقول است این روایت. به قول استاد ما خلاص افقه و فقها و اعلم علما افتخار مرجعیت حضرت آیت الله العظما وحید فرمود محیر العقول است این روایت. فرمود اگر مادرت تو قبر آمین بگه زودتر از دعای من خاتم انبیا مستجاب میشه. چقدر این حرف بزرگه، چقدر این روایت تکان دهنده است. مردم راه رو گم کردن. پیغمبر خاتم میگه اگه او دعا کنه زودتر از من، ولی من مردم رو دیدم میچسبن به زری امامزاده. خیلی هم خوبه، توسل بسیار عالیه، بسیار عالیه، کارم بکنید اشکال نداره، اما به امام زمان قسم، به این حضرت فاطمه معصومه، من از امامزاده مقربتر تو خونه خودتون سراغ دارم به نام مادر به نام پدر. این امامزاده اگر دعا کند مشکل شما حل بشود، تا مادرتون دعا بکند، این دعای مادر بیشتر از دعای امامزاده برای خدا ارزشمند است.
نگاه ما نسبت به مادر است، نگاه ما نسبت به همسر است. پیغمبر خادم فهمود اگر کسی نگاه محبت آمیز به دخترش بکنه، هر نگاهی که به دخترش میکنه و هر لبخندی که میزنه، آین علما تو روایت ببینید، مئت الف الف حجتن مبروره. به هر نگاهی که با مهربانی، آقایونی که دختر دارید تو خونتون، هر نگاهی که با مهربانی شما به دخترت میکنی، خاتم انبیا فرمود برای هر نگاه و لبخندی که به دخترت میکنی، صد هزار هزار حج مقبول رو برات مینویسن. ما اینه برای پسر نداریم. پیغمبر خاتم فرمود پسر نعمت است و این نعمت است، یعنی روز قیامت سملت و سالن یوم اذن ان النعیم. در روایت نعمت 11 چیز است، یکیش پسر است. مهمترین نعمت ولایت است، اما یکیش هم پسره. گفت یا رسول الله، دختر چی؟ فرمود دختر رحمت است. گفت چه فرقی میکند بین رحمت و نعمت؟ فرمود نعمت بازخواست میشه، اما رحمت جایزه ویژه خدا به هر کدوم از بنده هاش که دوستش میداره دخترش میده. این نگاه اسلام به دختر است، اون نگاه اسلام به مادر است، اون نگاه اسلام به همسر است. در روایت داره آمد گفت یا رسول الله، من به قول ما اصفهانی ها علیهم صلوات الله میگیم که آب میدود و نون میدود و هیچی، ما هم دنبالش میدویم و هر کاری میکنیم، برکت تو زندگیمون نیست، چه کنیم برکت تو زندگیمون بیاد؟ پیغمبر یه نگاه کرد و همون برو اخلاقت با خانمت درست کن. مردی که دنبال برکت مال میگردد بعد اخلاقش خوش باشه با زن بچت، خانم در دستت راضی نیست، برای همین بی برکتی افتاده تو زندگیت. عامل برکت لبخند همسر است، عامل بی برکتی ناراحتی همسر.